سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332 است. برخی تحلیلگران معتقدند که این واقعه نه تنها در ایران که در تعیین سرنوشت خاورمیانه و حتی آنچه که اکنون در منطقه رخ می‌دهد نقش مهمی داشته. یکی از سوال‌های اساسی این است که در این روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من. آرش، در دو سال گذشته بخشی از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا از فهرست اطلاعات محرمانه خارج شده، در دسترس عموم قرار گرفت. نتیجه بررسی این اسناد چه بوده و چه تحلیل‌های تازه‌ای ارائه شده؟ نگار، سندهایی که از سال 2013 علنی شده مشخص‌تر از قبل از نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد 32 خبر میده. منتها این بار اسناد جزئیات بیشتری از این رویداد مهم تاریخی به دست میارن. شاید بد نباشه چند عکس و نقشه از برنامه سیا در روز کودتا، یعنی 28 مرداد، ببینیم که به تازگی این سندها آزاد شده. این نقشه تهران قدیمه که چند مکان تاریخی توی این نقشه اهمیت دارن. اول منظر دکتر محمد مصدق هست که بالاتر از پاستوره و این سو میدون توپخونه، یکی از مراکز مهم اون وقت تهران، بهارستان که مجلس در اون قرار داشت و البته میدان ارگ. تو این نقشه منزل آیت الله کاشانی و همچنین منزل آیت الله بهبهانی از رهبران مذهبی و سیاسی وقت هم نشون داده شده. اما نقطه پر اهمیت در این نقشه مسیر حرکت و دخالت گندلات هاست. چهار گروه به طور منسجم در صبح 28 مرداد نقش داشتن که به این مراکز برن. توجه کنید که در مورد 6 صبح این روز صحبت میکنیم. دقیقا 62 سال پیش مثل امروز چهارشنبه بود، از 25 مرداد که عملیات کودتا علنی شد و خیلی از طرفدارای دولت مصدق با فریاد یا مرگ یا مصدق به خیابون اومدن. اما حالا میبینیم در صبح 28 مرداد این گروه های گندلات هستند که در دو مسیر اصلی حرکت رو از جنوب تهران شروع میکنند و به سمت بالا میرن. گروه طیب و طاهر حاج رضایی و حسین و نقی اسماعیل پور به سمت خونه های کاشانی و بهبهانی میرن تا در نهایت میداندار میدون ارگ، توپخونه و بهارستان بشن. گروه محمود مسکر و بیوک صابر از امیریه به سمت منزل مصدق میرن. حالا این وسط بد نیست یه اشاره هم به این چهار گروه بکنیم ببینیم کیا هستن. طیب و طاهر حاج رضایی از گندلات های تهران بودند که به آیت الله کاشانی نزدیک بودند. اونا رو در روز کودتا هرچند اهداف کودتاگرا رو حمایت کردند و با اونا همراه بودن. هرچقدر شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ بعدها صاحب باشگاه و عاقبت به خیر شد، اما طیب حاج رضایی سرنوشت خوبی نداشت، به خاطر اینکه 10 سال بعد حکومت شاه طیب رو به خاطر ایجاد بی‌نظمی همزمان با وقایع 15 خرداد مربوط به آیت الله خمینی بازداشت کرد و طی دادگاهی به اعدام محکومش کرد. اما نفر دیگه، یکی دیگه از اون گندلات ها حسین اسماعیل پور و نقی برادرش هست که پدرشون رمزون یخی معروف بود. خودشون هم از گندلات هایی بودن که هفت کچلون یه گروه دیگه در واقع از اونها حمایت میکرد. به همین دلیل حسین رو حسین رمزون یخی صدا میزدن. حالا غیر از این محمود مسکر که از دیگر گندلات ها بود، بعدها نقش عجیبی بازی کرد. بعد از کودتای مرداد 32 آذرماه انتخابات مجلس 18 شورای ملی برگزار شد. محمود مسکر مسئول حوزه دروازه قزوین بود. در اون روز گزارش هایی شده بود که محمود مسکر آرا رو قبل از ریختن به صندوق باز میکرد، پس از خوندن آرای مخالف اونها رو پاره میکرد و صاحب اون رأی رو به دست پلیس میسپرد. حالا اینا رو گفتم. آخرین نفرم بیوک صابره، مدیر روزنامه سیاسی و ضد مصدق بود. نقشش این بود پول هایی که از طریق سیاسی های ضد مصدق میرسید رو بین چاوخش ها تقسیم میکرد. یکی از تیترهای روزنامه بیوک صابر این بود مرگ بر دولت غارتگر و جنایتکار مصدق. که این تیتر رو زد خرداد 1330. حالا آزادی بیان اون دوره هم جالبه، البته قبل از کودتا. اینا رو گفتم برسیم به فاز دوم. حدود ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 2-3 بعد از ظهر، بعد از استقرار گندلات ها و تحریک مردم خیابون، نیروهای مسلح وارد شدند. هدف این مامورا مشخص بود، حضور در محل های استراتژیک در میدان های ارگ و توپخونه. کیا بودند؟ مامورای پلیس، سربازای ارتش و البته مامورای مخفی. اجازه بدید نگاهی کنیم به اینکه چرا این سه مکان نشون داده شده روی جدول، یعنی توپخونه و ارگ و در واقع بهارستان، اهمیت دارن. از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر این مامورا باید به 3 نقطه غالب می‌شدن. اول هدفهایی در میدان ارگ، یعنی اداره تبلیغات دولت اینجا بود که حدود ساعت 12 ظهر تصرف شد. وزارت کشور و وزارت خارجه که هر دو تا ساعت 1:30 عصر اشغال شدن. اما اوج کار این گروه توی دو نقطه دیگه بود. میدون توپخونه محل اصلی حضور
حامیای دولت مصدق بود. مامورا ساعت 10 صبح دفتر حزب ایران رو به ایران کردن، بعد به طرف دفتر روزنامه شورش حمله کردن که به کریمپور شیرازی تعلق داشت از حامیان مصدق، و نهایتاً به دفتر روزنامه باختر امروز متعلق به حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت و حامی سرسخت مصدق. بعد از تصرف آتش زدن در ساعت 9 صبح اونها به سمت دفتر دو حزب رفتن، حزب نیروی سوم و حزب پانیرالیست ایران. آخرین مقصد این گروه اما میدان توپخونه بود. چرا؟ ساعت 11 صبح 28 مرداد بعد از حضور در شهرداری، اونها ابتدا تلگرافخونه رو در ساعت 1 تصرف کردن و بعد به سمت شهربانی. آخر سر هم ساعت 3 دژبانی در اختیار کودتاگرها قرار گرفت. کودتا بدون حمایت ارتشیای ضد مصدق امکان پذیر نبود. در همون زمانی که گندلات‌ها فعالیت داشتن و مأمورا تو خیابون بودن، ارتشی هم حرکت خودشون رو شروع کردن به مکان‌های استراتژیک. 24 تا تانک از پادگان سلطنت آباد و نیروهای پادگان قصر از شمال به سمت شهر اومدن. بخششون به همون مکان‌های استراتژیک یعنی بهارستان توپخونه رفتن، اما بخششون هم مأموریت‌های مهمتری داشتن. اونها در پادگان قصر میزبان زاهدی و نیروهاش بودن و حدود ساعت 2 عصر ایستگاه رادیو رو تصرف کردن. این مهم بود چون برای پایان کودتا و اعلام پیروزی اینا نیاز داشتن که این مکان‌ها رو در اختیار داشته باشن. و آخرین فاز اعلام پیروزی بود. ساعت 5 عصر که کودتاگرا از پیروزیشون مطمئن بودن، پیام سپهبد فضل‌الله زاهدی از ایستگاه رادیو پخش شد. ساعت 2 یعنی 3 ساعت قبلش نظامی‌ها و مامورا به خونه محمد مصدق حمله کردن و اونجا رو تخریب کرده بودن. نخست وزیر مصدق از منزل به کمک حامیانش فراری داده شده بود. حالا بعد از این بود که ساعت 5 است آقای زاهدی اعلام کرد که در غیاب مجلس و به حکم شاهنشاه نخست وزیر قانونی کشور. در واقع بعد از این 4 فاز بود که عملاً کودتا موفق شد. Eisenhower appointed John Foster Dulles to take charge of foreign policy. To him, anti-communism and American big business were two sides of the same coin. Encouraged by the response of the Americans, MI6 set up a team in Cyprus to keep in radio contact with the Rashidian brothers in Tehran. They had a very wide range of contacts, particularly in the bazaar, and opinion was building up among those classes against Mossadegh, and they also had contact with the Ayatollahs and a sort of merchant religious movement going through to the people, and a little bit of rent-a-crowd should have provided a strong popular demonstration against Mossadegh and in favor of the Shah. Central to the Rashidians' network were the mob leaders based in the traditional athletic clubs, where physical prowess and protection rackets went hand in hand. Here could be found men in the pay of Iran's ruling class, who could provide the rent-a-crowd the British needed. The Shah himself fled the country. But the CIA did not give up. They looked for a way to turn the protests their advantage. Well, as soon as this occurred, these two agents that I mentioned saw the opportunity and sent the people we had under our control into the streets and acted as if they were Tudeh. They were provocateurs, but we had more than just provocateurs. We had a lot of shock troops who actually acted as if they were Tudeh people, throwing rocks at mosques, at priests. With Tehran now in chaos, the CIA persuaded the Royalist army officers to try again. Brandishing copies of the Shah's decree, they advanced towards Mossadegh's house.
Meanwhile, the Rashidians and their friends mobilized their mobs to do battle with Mossadegh's supporters. That mob that came into North Tehran and was decisive in the overthrow was a mercenary mob, had no ideology. And that mob was paid for by American dollars. And the amount of money that was used has to have been very large. The battle at the house raged for several hours. Over 100 lives were lost. The Tehran mob took their revenge by sacking and looting the Prime Minister's residence. Mossadegh surrendered. The coup had succeeded. Britain had got its revenge, and the newsreels gloated. The Shah had fled Iran in fear. Now he returned in triumph. While in public, the Shah held parades. Behind the scenes, he settled old scores, imprisoning and executing his opponents. Soon, he signed a deal with Western oil companies. But it was America, not Britain, that now called the tune in Iran. And the Anglo-Iranian oil company, renamed BP, had to share its former monopoly with American oil companies. ضدیت روحانیون سنتی با جنبش ملی شدن نفت رو هم به یه مرحله خیلی حادی رسوند. یعنی اونجا دیگه آیت الله بروجردی، آیت الله کاشانی، قبل از اون حالا هنوز اینها همه در واقع در کمپ دیگه مخالفان دکتر مصدق بودن. میخوام این رو وصل کنم به سوال سوم در واقع بله. چیزی که ایشون گفتن، نقش آیت الله کاشانی رو شما چی میبینید؟ بله، من نقش آیت الله کاشانی رو خیلی عمده تصور نمیکنم. آیت الله کاشانی از مخالفین فوق العاده شدید و دشمن قونی مصدق بود. آیت الله کاشانی کسی بود که بعدها اومد گفت مصدق رو باید اعدامش کرد. هیچ کس دیگه هم حرفی نزده بود. البته اومدن از اعضای فامیل و این حرفاش بعد نامه جعل کردن که این در روزهای آخر میخواسته به مصدق خوشدار بده، اینها مزخرفاتی که باید گذاشت کنن. او این کار، ولی نفوذش رو آیت الله کاشانی از دست داده بود. یعنی روحانیون فعال سیاسی تا اون موقع نفوذشون خیلی خیلی کم شده بود. برعکس روحانیون سنتی مثل آیت الله بروجردی و نمایندش در تهران آقای بهبهانی، اونها قدرت واقعی رو در بین، نفوذ واقعی رو در بین مردم اونها داشتن. اونها به چه مناسبت به این صورت با علیه مصدق چرخیدن، این داستان مفصلی است، نمیشه اینجا گفت. In the military court at Tehran, where he's been on trial for treason, the Persian ex-premier, Dr. Mossadegh, demonstrates that he knows how to make an entrance. Clad in his accustomed dressing gown and pajamas, he even makes a dramatic scene out of taking his place in the dock. What a performance! Britain and America had orchestrated the downfall of Iran's only democratic leader, a man of principle whom in other places Britain might well have welcomed as the successor to empire. The West wanted to misunderstand him. None of them is interested in Mossadegh as a person. They're all interested in him as the person who cancelled the oil concession. If they had wanted to understand him, I think a great deal could have been made for the future. As I said, the present situation in the Middle East might not have happened.